تاجیکستان ما در جهان هشتمین کشور است از بین 200 کشور که از روی ثروت های انرژتیکی اش. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، امروز با شما در موضوع برق، کمبود برق و چگونه از این مشکلی خلاص شویم صحبت خواهیم کرد و اینچنین یک چند توصیه خود را برای مردم عزیز تاجیک خواهم گفت که چی باید کرد، مردم چی کار باید کنند که حق خود را از حکومت طلب کنند و با آن برسند، به خصوص داشتن برق دائمی شبانه روزی در کشور، در هر خاندان، در هر کارخانه، یکی از حقهای فطری و طبیعی نه تنها مردم تاجیک بلکه تمام بشریت در این شب و روزها است. شما یگان کشور را در یگان نقطه زمین، یگان ملت را نخواهید داشت که امروز همین شب و روزها در عصر 21 به برق باشد، لیمیت برق داشته باشد. نه در افریقا، نه در آسیا، نه در اروپا، حتی در کشورها و جایهایی که جنگ زده هست، برای مثال فلسطین که چندین سالها باز با اسرائیل در حال مناقشه است، در اون قسمت غزه که محاصره شده است از همه طرف، اگر یک شبانه روز برق قطع شود، مردم به تظاهرات برمیخیزند و حق خود را یا از حکومت فلسطین یا از اسرائیل طلب میکنند. در تمام دنیا این گونه است. من چند پیش دوستان یک عکس را فرستادن، وزیر انرژتیک ژاپن فقط به خاطر آنکه 20 دقیقه در یکی از دهه های دوردست ژاپن برق قطع شده است، شاید به خاطر یکان صدمه باشد یا برف بریده است، معلوم نیست، وزیر انرژتیک به همون دهه رفت و به مدت 20 دقیقه برابر همون وقت قطع شده برق سرش را خم کرد، در پیش مردم تعظیم کرد و 20 دقیقه ایستاد. این رفتار یک حکومت، یک مسئول مسئولیت شناس هست و جوابگو در پیش ملت و در پیش مردمش. اما چرا در تاجیکستان ما در عصر 21 که یک کشور واقعا هم سرشار از نیروی انرژتیکی هست، نه تنها این سال بلکه بیشتر از 15-20 سال می شود که مشکل برق داریم، در زمستان بخصوص در موسم سرما برق را حکومت قطع میکند. بیاید یک سوال منطقی را نزد خود بگذاریم که آیا واقعا تاجیکستان مشکلی برق دارد؟ آیا در ما واقعا برق مشکل است؟ ما برق کافی تولید نمیکنیم؟ سبب چی هست که همه ساله حکومت جمهوری تاجیکستان برق را قطع میکند و هر سال پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و مردم وعده میدهد که خب این سال آخران سال هست و از سال دیگر شما برق را یا که لیمیت برق را افسانه خواهد دانست و این وعده ها را ما شاید که بیشتر از 10 سال است که مردم تاجیک میشنود و رحمان و فهمی وعده های دروغین خود را تکرار میکند، اما هیچ نکی این وعده ها عملی شود. چند روز پیش بعد از آن که مردم اعتراض کردند در شبکه ها، مسئولین برق تاجیک وعده دادند که 12 دکبر آخران روز لیمیت خواهد بود، بعد از آن لیمیتی برق لغو می شود. من نمیدونم این ساعتهایی که با هم صحبت کرده ایستادیم آیا واقعا در تاجیکستان لیمیت برداشته شد، حکومت برق را شبانه روزی به مردم داده ایستاده است یا نه طبق وعدهش، ولی خبرهایی که تا این لحظه به ما رسیده ایستاده است بازگوی آنند که تا هنوز در تاجیکستان لیمیت برقرار است و حکومت به وعده خود وفا نکرد. حالا سوال این است که اگر برق در تاجیکستان هست، چرا حکومت آن را به مردم نمیدهد؟ اگر برق در تاجیکستان نیست، حکومت از کجا وعده کرد که بعد از 12 دکبر دیگر برق قطع نمیشود؟ این سوال های هست که مردم به آن جواب میخواهد. حکومت هم تا امروز جوابی مشخص نداده است. ببینید دوستان عزیز، من نمیخوام در این صحبت با یک صحبت صرف علمی و در اساس فقط فکت و رقم های خشک و خالی کنم، چون که ما و شما ضرورت به این نداریم و بگذار در این باره متخصصان سوها گپ زنن. من از نگاهی سیاسی مسئله رو میبینم، همچون یک سیاستمدار، و راه حل مشکل رو در کجا میبینم، یا اصلا خودی مشکل رو اول در کجا میبینم و راه حلش چگونه است.
تاجیکستان ما در جهان هشتمین کشور است از بین 200 کشور که از روی ثروت‌های انرژتیکیش. ما در کشورهای سابق شوروی بعد از روسیه که با این پهناوری و با این بزرگی، با این دریاهای بزرگش و با این امکانات‌های بزرگ نفت و گازش جای دیوم را اشغال میکنیم، یعنی تاجیکستان کوچک از روی ثروت‌های انرژتیکیش بعد از روسیه در اسینگ جای دیوم است. ما از قزاقستان هم پیش هستیم، از ازبکستان، از اوکراین، از بلاروس، از همه کشورهای دیگر. این چی معنی دارد؟ این معنی رو دارد که در خود داخل تاجیکستان ثروت‌های انرژتیکی به حد زیاد هستند که ما نه تنها تاجیکستان را با آن 100% شبانه روزی با ارزان‌ترین نیروی برق تامین کرده میتونیم، بلکه میتونیم آن را تبدیل به یک سرمایه و به یک کالا یا مالی استراتژی برای فروش در جهان تبدیل بدهیم، به همسایگان و کشورهای دیگر این برق ارزان را که در داخل کشور تولید می شود بفروشیم. اما چرا نه تنها برق را تولید به خارج صادر کرده نمی توانیم، بلکه مردم تاجیکستان امروز برق ندارد؟ مشکل در کجا است؟ بیاید یک تحلیل عمومی کنیم. تاجیکستان طبق دعوا یا آماری که وزارت انرژتیک تاجیکستان همین سال در نشر کرد، باید که 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند. یعنی سال گذشته تقریبا 19-20 میلیارد بود. امسال باید از اون نقشه که تا ماه اکتبر وزارت داشت تا آخر سال باید که 21 میلیارد کیلووات ساعت تولید کند. یعنی شاید تا این ماه دکبر نزدیک 19-20 میلیارد کیلووات ساعت تولید شده باشد. خب نیاز تاجیکستان برای برق در حدود 15-16 میلیارد کیلووات ساعت است. سال 2017 نیاز تاجیکستان برای داخلش در نزدیک 13-14 میلیارد کیلووات ساعت بود. شاید با نظر داشتی اون که اهالی کمی بیشتر شد و کارخانه ها شاید بیشتر شده باشند، حالا بگیم 1-2 میلیارد کیلووات ساعت دیگر نیاز ما هم بالاتر رفت. خب حد اکثرش 16-17 میلیارد کیلووات ساعت. خود تاجیکستان باز هم از روی معلومات هایی که شرکت برق تاجیک نشر کرد، خود همین سال 3 میلیارد کیلووات ساعت برق را به خارج فروخت، یعنی زیادتی از آنچه که ما تولید کردیم. و اگر ما مقایسه کنیم مقدار برقی که تولید میکنن تمام گس های ما و تمام تتسه ها و اون شبکه های دیگر همون، در مجموع نزدیک 20% بیشتر از نیازهای داخلی تاجیکستان است و ما میتونیم حتی با همین شرایط هم برق را پورا تامین کنیم اهالی را و 20% دیگرش را باز به خارج بفروشیم. اما چرا کمبود برق داریم و حکومت به مردم برق رو نمیدهد؟ من اینجا دو سبب رو میبینم. سبب یکم اون که برق به قدر کافی تولید میشود در داخل تاجیکستان، حتی در شرایطی سخت هم. مثلا اگر سال که یکم کمبارش آمد و سطح آبهای دریاهای ما اگر کمی پایین تر رفتن هم، این به اون حد خشک نمیشوند که دیگر اصلا در آب انبارهای تاجیکستان آب نباشد. بخصوص وقتی که در تابستان آب زیادتی است و اون ذخیره میشود، سطح آب در آب انبارهای نارک، در بایغازی، در قیراقوم، در همه جا بالا میرود. آب را میتوان ذخیره کرد و در فصل زمستان کم کم رها کرد سرد تا اینکه توربین ها بچرخند و برق تولید شود. اما در هر صورت بگذار یخبندان آمد و سطح آب یک کمی پایان تر رفت، ما اون مقدار آب داریم در آب انبارها که از اون برق تولید کرده بتوانیم. من فکر میکنم که حکومت تاجیکستان حتی در حالت وزنینی که برق تولید کرده استادیم، اما اون اگر به خارج فروخته شود به اهالی نمیرسد، اگر به اهالی داده شود شاید که برای فروختن به خارج دیگر کافی نباشد. در این صورت حکومت تاجیکستان بین مردمش و بین حالا کلینت ها یا خریدار های خارجیش، خارجیان را، خریدار های خارجی را انتخاب میکند. چرا؟ برای آن که هم ببینید اگر برق رو به تاجیکستان و به مردم هم که بفروشد، هم پول را بالاخره میگیرد. شما فکر نکنید که حکومت تاجیکستان برق را به خارجی ها مثلا گرانتر از داخل میفروشد. شاید یک مقدار گرانتر باشد، اما با اون حد نیست که
مثلا در مقایسه با برق ازبکستان یا ترکمنستان برق ما گرانتر فروخته شود. اما چرا حکومت ترجیح میدهد که به خارجی ها برق را بفروشد و به مردم خودش نه؟ برای آنکه اگر به مردم که بفروشد این برق خریداری شده پولش یا از طریق پرداختن مردم، از طریق بانک ها و اون صورت حسابایی که هست به بودجه می رود و اون دیگر دزدیدنی آن یا کمتر دشوارتر می شود. خب اینا که به این هم ندزدن، 100% راه ها رو پیدا میکنن و تا امروز دزدیدن باز هم خواهند دزدید، اما یا کمتر با مشقت، یا کمتر باید که یک دو مراتبه دیگر باز این طرف اون طرف از اون مخیناتی های مالیوی رو عملی کنند تا اینکه مبلغ رو بدزدن. اما وقتی که اون رو به خارج میفروشن، فرق ندارد به ازبکستان یا به افغانستان، این پول مستقیما در شکل اسعار خارجی دلار یا یورو مستقیما به صورت حسابهایی میرود که دیگر در اختیار بودجه تاجیکستان، در اختیار وزارت مالیه، در اختیار مردم نیست دیگر. همین پولی هم که در اختیار وزارت مالیه است در اختیار مردم نیست، هر چیزی که خود رحمان بخواهد هم خیلی خرج میکند. اما حداقل 5-6 نفر از کارمندان وزارت از این مبلغ آگاه میشوند. در صورتی که به خارج فروخته میشود پول مستقیما به صورت حسابهای مخصوصی والیوتایی میرود که اون بیشتر در اختیار خود نفرهای اول کشور است، در خارج کشور هستند و راحت اینها پول را میدوزدند. بنابر همین اینها ترجیح میدهند که برق را در این شب و روز به خارجیان بفروشند. در فصل تابستان که برق به حد بیشتر تولید میشود هم به افغانستان میفروشند، هم به قرغیزستان، هم به ازبکستان و هم به اهالی تاجیکستان را هم تأمین میکنند. و یک عامل دیگر میتواند اینجا تاثیر برساند که این خیلی گفتیم عامل های طبیعی هست، شاید که سطح آب یکمی پایین تر برود. اما من فکر میکنم چرا، ببینید در همین آب انبار راغون که آب رو جمع آوری کردند و دو تا اگریگات به کار شروع کرد و ببینید تا وقتی که راغون کار نمیکرد مشکلی برق ما همین مقدار بود. الان که راغون هم به کار در آمده است باز هم مشکلی برق فرقی نکرد. سوال با وجود میاد که چرا؟ چرا با وجود کار کردن دو اگریگات راغون هنوز هم ما مشکلی برق داریم؟ اگر شما نمیدوزدید، اگر به خارج نمیفروشید، مسئولی برق تاجیک یک بهانه پیش آورد که ما کارهای تعمیر را در شبکه برقی تاجیکستان گذرانده ایستادیم، از همین سبب مشکلی برق داریم. ببینید دوستان عزیز، کدام حکومتی با عقل، کدام شرکتی برق تاجیک اگر یک کم تر عقل دارد، مگر در اونجا معذرت میخوام دیبیل ها نشستند یا یگان آدمانی بفهم نشستند که در فصل زمستان کارهای تعمیر میگذرونند. شما در تابستان چیکار میکردید؟ برای چی در تابستان تعمیر نکردید؟ خب میگوید که به سبب اینکه کرونا ویروس است در مرزها بسته شدند و اون و اصطلاح قسمای احتیاطی وارد تاجیکستان نشد. این حرفا برای کدام آدمی بی سواد هست، کسی که از مسئله اقتصادی خبر ندارد، وضعیت کرونا ویروس رو نمیداند. کرونا ویروس پیش راهی سفر انسان ها را گرفت. این ویروس از طریق انسان به انسان میگذرد، پرواز ها قطع شد، رفت آمد ها قطع شد. اما در یگان کشور دنیا تا امروز انتقال مال قطع نشده است، نه در اروپا، نه در تاجیکستان، نه در روسیه، نه در آسیا، در هیچ جای دنیا. برعکس به سبب آن که رفت آمد انسان ها کمتر شد، تبادل کالا یا مال از طریق مرزها در این شب روزها بیشتر شد و انتقال بارها کماکان رفته ایستاده است. یعنی این حرفا برای کسانی هست که یا خیلی هم مردم را ساده حساب میکنند، مردم رو نادان حساب میکنن و تمام حرفایی که درباره مشکل برق میگن غیر از دروغ چیزی دیگر نیست. مشکل حکومت تاجیکستان باور کنید نه کمبود برق است، نه تولید برق است، هیچ چیزی نیست. مشکل حکومت تاجیکستان تنها یک چیز است، به دروغ گفتن عادت کردن. خب چی بدی دارد؟ شما بیاید به مردم تاجیکستان سوال بدید که ای مردم، ما 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میکنیم، از این مثلا 16-17 میلیاردش برای استفاده داخلی تاجیکستان کافی است، 5 میلیارد کیلووات ساعت رو ما به خارج میفروشیم.
مردم خودش تعیین کند که در فصل تابستان فروخته شود، در زمستان یا در کدام فصل دیگر، چون این مالکیت مالکیت مردم است. در یگان جای دنیا نیست که یک حکومت مردم خودش را فراموش کند، مردم را در تاریکی نگه بدارد و این برق را به خارج بفروشد. خب بیاید بدترین سناریو را پیش بینی کنیم. حالا بگذار حکومت تاجیکستان راست میگوید، که البته دروغ میگوید، هیچ کس به اون باور ندارد. بگذار حکومت تاجیکستان گپش را باور کنیم که در فصل سرما ما برق کمتر تولید میکنیم، سطح آب پایین تر است و ما مشکل برق داریم، به اهالی تاجیکستان نمیرسد. خیلی خوب، مگر همین فصل زمستان و سرما این برفا فقط بالای تاجیکستان میریزد؟ مگر قرقیزستان همسایه ما دقیقا همین حالت باد هوا را ندارد؟ مگر قرقیزستان هم تمام نیروی برقش از حساب گیدرا انرژیت که گرفته نمی شود؟ خب ازبکستان یک مقدار نفت و گاز دارد، تیتسا کار میکنند، یک مقدار برقش را از حساب سرچشمه های دیگری غیر آبی میگیرد. قزاقستان هم همین خیال، روسیه هم همین خیال. اما قرقیزستان همسایه ما مثل تاجیکستان وابسته باد هوا، وابسته گیدرا انرژیتیک است. پس چرا قرقیزستان وقتی که مشکلی برق پیدا میکند در فصل زمستان از تاجیکستان میخرد، از ازبکستان میخرد، از قزاقستان میخرد؟ زیرا حکومت قرقیزستان میداند که مسئولیت یک حکومت است که ملتش رو با برق تامین کند. فرق ندارد اگر در داخل کشور تولید کرده میتونی، خیلی خوب، اگر نمیتونی بخر از خارج. افغانستان برای اهالیش از تاجیکستان برق میخرد، قرقیزستان از تاجیکستان برق میخرد، قرقیزستان از ازبکستان برق میخرد، حتی ازبکستان بعضی موسم ها از تاجیکستان هم برق میخرد. چرا تمام دنیا در حالت ضروری از یکدیگر برق میخرند بغیر از حکومت تاجیکستان؟ حکومت تاجیکستان فقط باید برق بفروشد، هیچگاه برق نمیخرد. برای چی؟ مگر این مسئولیت حکومت نیست که ملتش رو، مردمش رو در حالت ضروری به برق تامین کند؟ ما اگر کمبود گندم داریم، گندم میخریم، اگر کمبود مثلا روغن داریم، روغن میخریم. وقتی که کمبود برق داریم، برای چی از همسایگان، از ازبکستان، از قزاقستان برق نخریم؟ قزاقستان برق بیشتر تولید میکند. حالا قبلا بهانه بود که با ازبکستان مناسبت ها بد است، اسلام کریمف اجازت نمیدید. حالا مناسبت ها با میرزیایف خیلی خوب است و مرزیایف هم دیگر پریزیدنت نیست که مثل اسلام کریمف رفتار کنند. من مطمئنم اگر درخواست از طرف حکومت تاجیکستان شود، حتما ازبکستان اجازت خواهد داد که از طریق لپها، اون شبکه حمل و نقل برقش، برق قزاقستان رو ما راحت میتوانیم یا از مسیر ولایت سوخت یا از مسیر شهر ترسونزاده وارد کنیم.